درود بر شما. درس های نوتخانی رو در این جلسه ادامهش رو خواهیم داشت. یک ملودی ساده و خیلی خوب براتون انتخاب کردم که تمرین بکنید. نام این کار جینگل بلز هست که این کار رو آقای جیمز لور پیرپونت در سال 1850 میلادی نوشتن و آقای پیرپونت در سال 1822 میلادی به دنیا اومدن در باستان آمریکا و در 71 سالگی در فلوریدا در منزل پسرشون از دنیا رفتن. و همطور که گفتم این کار یعنی جینگل بلز در سال 1850 نوشته شده و ملودی و ترانه این کار در طی زمان یه مقداری تغییراتی داشته. البته کسانی که در کار تحقیق درباره موسیقی و تاریخچه این هستند، بعضی ها معتقد هستند که اصل و اوریجینال این کار از آقای پیرپونت نیست و در اون زمانی که این کار نوشته شده اینها معتقد هستند که ترانه و ملودی های دیگری از موسیقیدان های مختلف بوده که کاری که آقای پیرپونت میکنه اینه که اینها رو جمع‌آوری میکنه و کاری رو میسازه که امروزه ما میشنویم و در اختیار داریم. البته پسر آقای پیرپونت ایشون تلاش زیادی میکنه برای این کار پدرشون در رابطه با کپی رایت این کار که ظاهراً به نتیجه خاصی نمیرسه. اجرای این کار به این صورت است. اگر تصویر رو ببینید، در پایان این کار ببینید با یک نود تازه ما آشنا میشیم. این نوت لا هست در فرت 5 سیم 1 که به این صورت ببینید. میتونید با انگشت 4 و 2 ببینید سیم 1 در حالت آزاد می هست، بعد از می فا فرت 1، بعد سول فرت 5، نوت لا. به نوت که نگاه بکنیم میبینیم که این کار چهارم هست. چهارم یعنی در هر میزان ما 4 نوت سیاه داریم. به میزان اول که نگاه بکنید ما 2 نوت سیاه داریم، بعد از اون نوت سفید. ببینید نوت سیاه ضربه که با پا وارد میکنید
به این صورت هست یا شمارشش به این صورت هست. ببینید یک و دو و یک و دو و یک و دو. ببین هر ضربه که به سی میزنم یک نوت سیاه هست. ببینید یک و دو و یک و دو. بعد میبینید یک نوت سفید داریم. شمارش نوت سفید به این صورت هست یک و دو و. ببینید یک و دو و یک و دو و. پس دو تا نوت سیاه یک نوت سفید. ببینید و در جلسات پیش در مورد این نوت ها و تقسیمات این نوت ها براتون گفتم این تصویر رو دوباره ببینید. از بالا ببینید نوت گیرد رو ما داریم، بعد میتونیم به جای یک نوت گیرد دو نوت سفید ما انتخاب کنیم یا جایگزینش بکنیم. هم بهش تقسیمات نوت میگم هم جایگزین، یعنی ما میتونیم نوت ها رو جایگزین هم بکنیم. یعنی یک از اون بالا رو نگاه بکنید، یک نوت گرد رو برمیداریم از قطعی که داریم مینویسیم، ملودی که داریم مینویسیم، و به جاش دو نوت سفید رو بذاریم. و برعکس این کار هم هست. ما میبینیم در یک ملودی دو تا نوت سفید داریم، دو تا نوت سفید رو ما برمیداریم و یک نوت گرد به جاش میذاریم. یعنی این تقسیمات تصویری که ببینید هم از بالا به طرف پایین هم از پایین به طرف بالا ما میتونیم این نوت ها رو در ملودی که داریم می‌نویسیم جایگزین بکنیم. و ببینید میزان دوم هم به همین صورت هست، دوباره تکرار. میزان سوم چهار تا نوت سیاه داریم به این صورت یک و دو و سه و چهار. ببینید در درس ها و آموزش هایی که به صورت خصوصی انجام میشه و درس هایی که به این صورتی که من بهتون درس میدم داده میشه، اینا با هم یه مقدار فرق دارن. درس های خصوصی، کلاس های خصوصی، خوبیشون این هست که استاد بالا سرتون هست و بهتون اگه ضربه پاتون رو یا مترونوم رو اشتباه بگید، اشتباه انجام بدید، استاد بهتون تذکر خواهد داد که اصلاحش رو کنید. ولی شما خودتون میتونید این کار انجام بدید. فرد میزان اول که توضیح دادم، میزان دوم تکرار، میزان سوم چهار تا نوت سیاه داریم یک و دو و سه و چهار، و میزان بعدی هم که یک نوت گرد هست یک و دو و سه و چهار. و تا به آخر کار به همین صورت هست. پس ضربه پاتون و مترونوم رو کاری که میکنید حتما داشته باشید و با مترونوم تمرین بکنید. و اون حروفی رو که میبینید در زیر نوت ها، اینها آکورد ها یا کورد این کار هستن که ببینید دو هست، لا مینور هست، فا هست. ببینید اینا آکورد هاشون هستن. ببین آکورد دو شروع میشه، ببین و باقی داستان ها کورد یا آکورد این کار هستن. حتما تمرین بکنید این کار رو، ملودی ساده ای هست. و تا جلسه بعدی بهتون بدرود میگم.